دوستان عزیز، با سلام به شما. جمعه دیگر آمد و ما هم با شما هستیم. کانون آوا تقدیم می کند طبق معمول هر هفته روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک. دوستان از سر تا سر جهان تماس می گیرند و خاطرات خودشون را از سازمان مجاهدین و طبق باور اینها که بعد تبدیل شده به فرقه رجوی و جدا شدن برای من و شما میگن، و من و شما فقط دقت کنیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، بعد قضاوت کنیم. در حین برنامه میتونید در فیسبوک نظرات خود رو بنویسید. دوستان دیگه مثل آقای کرمی و آقای آزاده و اینها اگه خواستن میتونن جواب بدن، اگه نه بعد از برنامه آقای محمد رزاقی که امروز مهمان ما هستند و قبلا هم چندین بار مهمان برنامه بودن، با شما دوستان صحبت میکنن، پرسشاتون رو پاسخ میدن، نظراتتون رو هم میشنوند و میخونن و باهاتون تماس میگیرن. اگر لطف کنید شما این برنامه رو روی فیسبوک با دیگران هم شیر کنید ممنون میشم. آقای رزاقی خیلی خوش آمدید، به شما خوش آمد میگم. امروز قرار هست که در 3 مورد صحبت کنیم: شیوه های پولشویی فرقه رجوی، وضعیت فرقه رجوی در آلبانی، پیام به اعضای فرقه رجوی و خانواده های آنها. این شما و این هم تلویزیون مردم، میکروفون در اختیار شماست. شما تعریف کنید و بگویید و نظرتون رو بگید تا ما هم قضاوت کنیم. بفرمایید. با سلام به شما آقای ساقی و همه بینندگانتون و همه هموطنانمون. راستش قبل از شروع موضوعات، بحث در موضوعات، اجازه میخوام که اول پیام تسلیت بگم به مردم کرمانشاه و ایلام به خاطر از دست دادن عزیزانشون در زلزله‌ای که چند روز پیش رخ داد. ما را هم تو غم خودشون شریک بدونن. راستش از این که آدم نمیتونه، یعنی تو صحنه حضور نداره که بتونه یه کمکی بکنه، دستش به یه جایی نمیرسه، از این بابت شرمنده، ولی از اون بابت هم خیلی هم آدم افتخار میکنه که هموطنانمون در داخل ایران میتونن دست یاریشون رو به هموطنان زلزله برسونن. خب آقای رزاقی، شما بگید که شما که در سازمان سالهای سال بودید، این ماجرای پولشویی، مانی لاندرین و شیوهایی که فرقه رجوی استفاده میکنه یا سازمان مجاهدین به چه صورت بوده و هست؟ آقای سربی، این برمیگردید، هفته پیش هم شما یه برنامه داشتیم با خانوما بتول سلطانی و خانوما همیرا و این چیز خانوما ایدا شده. یه قسمتی از برنامه سر همین بحث برنامه که فرقه رجوی تون سیمای اسارتش، اسمش سیمای آزادی ولی واقعا اسمش سیمای اسارت در اصل، هر از گاهی سالی یکی دو بار این برنامه تحت عنوان همیاری و قلریزان افرانینا میکنه. اینا همش در راستای همین پولشوییه. من به اطلاع هموطنان اون برسونم که پولشویی توی فرقه رجوی دو تا چیز داره، سمت داره. یه سه پولهایی رو که از انجمنهای به اصطلاح خیریه و از مردم اروپا و بعضی از ایرانیایی که فریب اینا را میخورن و از اینا جمع میکنن، اینها تماما میره تو حساب شخصی سران فرقه. یعنی شما حساب بکنید که به اسم بچه های یتیم و نمیدونم بچه های آواره و بچه های اعدام شده ها و بچه های پناهنده و اینجور چیزا که جمع میکنن، همه این حساب ها میره تو حساب های شخصی سران فرقه، مثل محدثین و مثل یه سری از افرادی که به صورت علنی حضور ندارن توی اسماشون توی فرقه رجوی، ولی نفرهای مطمئن و مورد اعتماد فرقه رجوی هستن توی اروپا، آمریکا و کانادا.
و یه سری هم که تجارت دارن توی دبی و توی کره و اینجور چیزا، اینا رو به شما توضیح میدم. آقای سربی، نمیدونم شما چقدر اطلاع دارین، سال بین 75 تا 77 یک دادگاهی اینا داشتن به حساب یک پرونده به وجود اومد تو بالا کشیدن میلیون ها دلار از به حساب پولهایی که توی به اسم انجمن های خیریه، به اسم انجمن های نمیدونم کمک به بچه ها اینا توی آلمان و انگلیس به طور خاص توی فرانسه هم داشتن این ایران ایدو، یه پرونده رو اومد. اینها هر ساله می اومدن یک چیزی به حساب صورت حساب سوری تقلبی توی قرارگاه های فرقه رجوی توی عراق درست میکردن، بعد می اومدن توی اروپا اون ارائه میدادن به عنوان صورت حساب پولهایی که جمع کردن که گویا این پولها را کمک کردن به بچه هایی که داخل ایران هستن. مثلا شیوه کارشون این بود، اینا می اومدن برای هر استانی یکی دو تا دفتر داشتن، از این دفترهایی که به حساب توش مشق می نویسن یا کتاب چیز می نویسن، به حساب تکالیف مدرسه می نویسن. بعد به ما یک دستکش می دادن، از این دستکش های یه بار مصرف، حتی دست یعنی اثر انگشت ما نباید می افتاد روی اون دفترها. بعد اول با یه خودکار معمولی باید توی یکی از این صفحات که مثلا مربوط به استان بود باید می نوشتیم که مثلا به صورت انگار مثلا داریم کار چیز مخفی انجام میدیم. مثلا یه تبریک باید می نوشتی، تولدی یا سال جدیدی نمیدونم به یه مناسبتی باید تبریک می نوشتی. بعد در صفحه بعدیش با خودکاری که جوهر به حساب سفید داشت به عنوان جوهر نامرئی، یعنی شما چیزی که می نوشتیم نمی دیدیم ما، یعنی اونجا که ما می نوشتیم نمی دیدیم، ولی متنی که اونها می دادن، یعنی یه اکیپ بود 3-4 نفره که مستقل می شدن تو هر قرارگاهی، مثلا من به عنوان کسی که گویا یک خانمی هستم در داخل ایران، مثلا 3 بچه را نگهداری میکنم، 2 بچه را نگهداری میکنم، بابت هر بچه در سال 11,000 خورده دلار من پول میگیرم. یعنی شما حساب بکنید، مثلا من 5 بچه را باید اسم نوشتم، حسن، علی، ولی، نگار، نمیدونم فاطمه، زینب، یه همچین اسمایی می نوشتم علکی. بعد می نوشتم که مبلغ اونجا با ماشین حساب حساب می کرد، مثلا برای 3 بچه اینقدر بنویس، برای دقیقا یادم برای هر بچه بین 10,000 تا 11,000 دلار پول حساب می کردم، که مثلا من باید امضا می کردم که اونجا 55,000 یا مثلا 53,000 دلار بابت چیز خرج سالانه این بچه من دریافت کردم، یه امضای تقلبی هم باید زیرش میزدم. بعد البته میگم امضایی بزن که فردا اگه خواستن ازت این امضا رو بتونی بزنی. یعنی این به حساب پولشویی، پولها میرفت تو حساب سران فرقه. از کجا جمع میشد؟ از مردم اروپا، یعنی توی خیابونای اروپا به عنوان کمک به بچه های یتیم و فلان اینا، و از انجمن هایی که دستساز اینا بود توی آلمان به طور خاص، توی انگلیس یه سری انجمن های درست کرده بودن، چون یه سری بچه هایی که از منطقه یعنی از عراق موقع آورده بودن توی اروپا، توی بیشتر توی آلمان و انگلیس و سوئد اینجور کشورها بود. بعد گویا پولهایی که از دولت و ارگان های به حساب خیریه اینا گرفتن توی اروپا خرج این بچه ها شد. این یه بخشی از پولشویی توسط
سلام فرقه در رابطه با پولهایی که از مردم میگرفتن. حالا پولهایی که از اون موقع از عراق میگرفتن خرج میکردن توی اروپا و به قول معروف الان دارن از عربستان میگیرن. حالا شیوه پاک کردن این پولها چجوریه؟ شیوه این پولها تو همین برنامه ها هستش. یعنی اینها میان یه برنامه میزنن که گویا یک قدریزانی یک کمک مالی از ملت ایران یا از ایرانیا جمع میکنن. آی سال به این واقعیت گفت 99% همه اینها دستساز اونها که زنگ میزنن دستساز فرقه رجعی هستن، یعنی از خونه های ام که توی اروپا دارن توی انجمناشون اتاق بغلی که حضور دارن نفراتشون زنگ میزنن به عنوان کسی که از کانادا نمیدونم خونش رو فروخت هدیه بخشید به فرقه رجعی، نمیدونم اون یکی $100,000 از دبی فرستاد، اون یکی نمیدونم فلاینا. همه اینها به خاطر اینکه این پولهای از کشورهای مثل اون موقع از صدام میگیرن از عربستان میگیرن، به خاطر اینکه این پولا رو نشه میان اینجوری به حساب فاکتور سازی میکنن که گویا این پولها را از مردم جمع کردن. در حقیقت به اینا مالیات هم تعلق تا اونجا که من میدونم تو اروپا برای کمک به حساب مالی به چیز تعلق نمیگیره، به حساب مالیات تعلق نمیگیره. بله این سازمان ها رو به عنوان سازمان های غیر انتفاعی به ثبت میرسونن، بعد به همین خاطر در آخر سال پولا رو فقط باید جابجا کنن و مالیاتی نمیدن بابتش. میفهمم. بله جا همجد. بعد اینها بذار یه واقعیتی رو بگیم آقای ساروی، اون دفعه من یه به صورت مختصر نوشتم توی ایران هنوز افراد به صورت واقعی بخوان از اروپا به ایران، حالا آمریکا رو نمیدونم تو جرانش نیستم واقعی که از اونجا سخت‌تر از اینجا باشه، و یا از اروپا به ایران مشکل داره چون هیچ سیستم بانکی وجود نداره. یعنی بخواد این پولو به صورت چیز جا به جا بکنه. این چیزایی که فرقه رجبی چه میگن ادعا میکنه که از داخل ایران پول برستادن فلان برستادن به من همش کشف و شاید هم بعضی ها سرکار گذاشتن اینا رو مثلا برداشتن یه سری زنگ زدن گفتن که ما انقدر نیم که اصلا واقعی نیست. ولی یک نکته خیلی جالبی های ساروی بگم، سه روز پیش بود یعنی یک روز بعد از زلزله این سایت فرقه رجوی یه چیزی زده بود که گویا 1,000,000,000 تومان به زنگ زده ها کمک کرده به زلزله زدگان. بله 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 تو سایتش هستش هنوز هم هست. نه فکر کنم شما گفتین جنگ زدگان. نه به زلزله زده ها کمک کرده و ادعا کرده که 1,000,000,000 تومان رو از طریق چیز همین افرادی که بهش کمک میکنن به دست زلزله زده ها میرسونه. اولا اینکه این تماما کذبه، یعنی شما حساب بکنید یک همچین پولی باشه که یکی بخواد در داخل ایران به هر خانواده 1,000,000 تومان هم کمک بکنه باید به 1,000 خانواده این پولو بده. این 1,000 خانواده یکیش مشخص نمیشه، 100 تاش مشخص نمیشه، 500 تاش مشخص نمیشه، بگیم مثلا 900 تاش نمیشه، بالاخره اون 100 تا باید مشخص بشه که این پول از فرقه رجوی گرفتن یا نه. اولا اینکه من فکر میکنم که مردم کرمانشاه به طور خاص اون خطه که ضربه سنگینی از فرقه رجوی خوردن اون زمان که به داخل ایران قشون کشی کرد و خیلی هم سابقه بدی این مریم قجر تو که در رابطه با کردها داره. آقای سر ما خودمون شاهد زندش بودیم که مریم قجر سال 70 همون 91 میلادی با گوشهای خودمون شنیدیم اونجا تو صحنه حضور داشتیم، پیام میداد که آقا کردها را
زیر شنی تانکاتون لیل بکنید، گلوله ها رو برای پاسدارا نگه دارید. یعنی اینقدر این از چیز چی میگن ملت ایران از این نفرت دارن، به طور خاص اون خطه کردستان چجوری میگن، اصلا من فکر نکنم که این هزار میلیارد کسر هزار تا سکه هم بره به این یه میلیارد سکه هم به این جنگ زده چیز زده بده، یکی دست نمیزنه توف میکنم به این پول نگم وجه. یعنی یه چیزی گفته که نمیتونی ثابت بکنی، یعنی بیا حالا به قول معروف این زنگوله را کی بندازه گردن این گربه. آقای رزاقی اجازه بدین دوستان صحبت جالبی میکنم، ما اینجا که نشستیم بعض وقتها چون داریم با هم زنده صحبت میکنیم یه چیزایی رو دقت نمیکنیم. آقای موثقی نوشته که همین الان یک همیاری را انداختن که از داخل مردم پول بفرستن خارج از ایران، بعد فرقه رجبی از خارج بفرسته داخل برای کمک به زلزله زدگان. آقای بعد... تو ادامه بس همین رو میخواستم بگم، یعنی مولا نصرالدین هم پیش اینا پروفسور بوده. بله. آقای کرمی هم نوشتن که آقای سوربی این مسئله پولشویی که آقای رزاقی بیان میکنن، یکی از شاهدین زنده این پولشویی ها خود من هستم که در برنامه های آینده به اصطلاح به آن خواهم پرداخت. بعد باز دوستان دارن تایید میکنن حرفای شما رو و این ماجرای این که رابطه بانکی بین ایران و کشور آلبانی یا کشور فرانسه اصلا غیر قانونی، این کارا پول اینجوری فرستادن. خود این سازمان ها الان یک بعد از برنامه شما یک مصاحبه ای رو نشون میدم، ضمناً آدم نمیدونه والا چی بگه. اجازه بدید تبریک بگم به مجاهدین که اگر نتونستن ایران رو آزاد کنن، حداقل تونستن کشور آلبانی رو دیکتاتورشیپیش رو به اصطلاح قوی تر کنن و جلوی رادیو تلویزیون ها و آزادی بیان و آزادی پرس رو بگیرن. بعد از برنامه شما دو تا مصاحبه هست که خانم آن سینگلتون انجام داده با رادیو تلویزیون های آلبانی و جالبه که مجاهدین اینها رو به شدت زیر فشار قرار دادن تا اندازه ای که بعضی از این لینک ها رو در سایت های مختلف برداشتن. چیزی که هست اینا متوجه نیستن چون از تکنولوژی عقبن، از زندگی عقبن. شما یک چیزی رو که توی اینترنت قرار میدی این دیگه از بین نمیره، یعنی یه نفر یا ضبطش کرده یا یه جای دیگه پیداش میکنه. دوستان زحمت کشیدن اونا رو فرستادن، ما هم ضبط کردیم در سیستم هست، تا اونجایی که وقت بشه چون دو ساعت خورده هست دوتاش، ولی اونو پخش میکنیم. بعد زیر لینک های فیسبوک هم قرار میدیم، اینم برای دوستانی که بدونن چه خبره در آلبانی و آلبانی و اونهایی که حالیشونه نگرانن که یک سازمانی که میگه ما تروریستی نیستیم نظامی نیستیم اینجا داره یه کاری میکنه که عملا داره اونجا رو هم به اصطلاح ناآرام میکنه. بفرمایید و ببخشید که من حرف شما رو قطع کردم. من هم تشکر میکنم از این دوستان، آقای موثقی، آقای کرمی و همه دوستانی که پاسخ بعضی از سوالات رو اونجا میدن و یه بخشی از کار ما رو زنده زنده انجام میدن. تشکر میکنم از همه دوستان. و آقای سوربی، یه چلاشی که فرقه رجبی رو انداخته اینا میدونی چجوریه؟ خیلی معذرت من، از بس خودشون مخ پوسیده هستن توی اون زمان هنوز سالای 55-60 سیر میکنن، اینا فکر میکنن که ملت هم اینجوریه. اینا نمیدونن که بابا جون همین بچه، من بارها اینجا تحقیق کردم و الان هم میخوام تأکید بکنم آقای سوربی، ما 20 سال 25 سال از جامعه الانی عقبتری، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ چه میگن چیزایی که این تکنولوژی اینجوری بگن. خب ما ندیدیم اون زمان که بچه 10 ساله 15 ساله تو دستش تلفن بود، ما نمیدونستم تلفن دستی بذار
این موبایل چی هستش؟ خب به قول یکی از دوستان میگفت ما اصحاب کهف هستیم، 30 سال در غار بودیم و حالا اومدیم بیرون. انتظار نداشته باشید که مثل شما که با این وسایل به مرور آشنا شدید، برای ما یه دفعه یه چیز خیلی به اصطلاح عجیبی هست. تلفن، کامپیوتر، آیفون، اینها. آقای سربی، هفته پیش برنامه شما دیدین که مثلا یه سری مشکلات ارتباطی برقرار میشه. من نمیدونم این وزارت اطلاعات چه چیز داره که به نیروهای خودش یه حتی یه پولی نمیده که یه اینترنت قوی بخرن. باور کنید آقای سربی، یه چیزی بگم، شاید شما پیام داده بود که قبل از مصاحبه، شروع مصاحبه، مدام خودتون رو چیز بکنید، به حساب روشن رو خاموش بکنید. مو به مو انجام میدیم که به خدا نکنه مثلا قطع بشه، نمیدونم ضعیف بشه، حالت بعضی وقت حالت برفکی پیدا میکنه از ضعف اینترنت. یعنی یه سری امکانات شخصی، من از استودیو ندارم که صحبت بکنم، چون بعضی هم میگن که آی بلست بلست نمیدونم پشت صحنه اینجوری است. عزیزان، من نه استودیو دارم نه همچین امکانی دارم. بذار من روش بگم. خب بذارید برای دوستان الان بگیم، این پشت شما یه پرده شما آویزون کردید به در، حتی اون کنارش من اگر بیشتر نشون بدم اون لولاهای در و اینها پیداست، ولی خب بالاخره با همین حداقل امکانات، ولی با حد اکثر شجاعت و شهامت وایسادید. ضمن خانم سلطانی هم از شما تشکر میکنه که به این صراحت و به این به اصطلاح سادگی ماجرای پولشویی رو توضیح میدید. بفرمایید. خواهش میکنم. من هم سلام میکنم به خانم سلطانی و ازشون تشکر میکنم. آقای سربی، یه واقعیت هست، یه سری چیزا نباید قایم کرد. خب من ندارم، خب، ولی یه وجدان داره، پیش وجدان خودم الان راحتم، به این معنا که اون چیزی که واقعی هستش در رابطه با فرقه رجوی 10% شما میتونم بگم آقای سربی، نه امکانات شو دارم که مثلا بیام استودیو بزنم 24 ساعته بشینم اینجا در مورد فرقه رجوی صحبت بکنم، خب، نه وضعیت جسمی همچین اجازه میده، خب، نه واقعا یه چیزی هم بگم آقای سربی، اعصاب آدم اجازه نمیده. بله. باور کنید من هر وقت در مورد فرقه رجوی شب فکر میکنم تا صبح 2-3 بار از خواب میکرم. یعنی یک وحشت، انگار مثلا حساب بکنید شما یه صحنه‌های قتل دیدین که ندیدین که دیدیم، صحنه‌های بمباران که ندیدیم که دیدیم، صحنه‌های شکنجه که ندیدیم که دیدیم، زندان ندیدیم که دیدیم، شکنجه روحی ندیدیم که دیدیم، توی حصار توی محدودیت زندگی نکردیم که کردیم. شما یک وضع بدی که برای هر انسان میتونه بیفته، خب حساب بکنید ما همه اونا رو یه جا دیدیم، ما همه شو یه جا دیدیم. یک نفر ممکنه بره یه زندان بکشه 1 سال 10 سال بیاد بیرون، ما 20 سال تو این حصار بودیم، حصار زندان در زندان، زمانی که تو اردوگاه زندان بودیم باز زندان کشیدیم، شکنجه جسمی شدیم، شکنجه روحی هر روز، یعنی هر شب ما باید میرفتیم اونجا فش میشنیدیم یا فش میدادیم. یه واقعیتیه، نباید که خودمونو سر خودمونو کلاه بذاریم. به همین خاطر خب این یاواهایی که رجوی میگه، نمیدونم دست پرورده های رجوی سفتان میگن که آی او یا که وزارت اطلاعات اینا فلانن، عزیز من بیا تو زندگی من، خب شخص مریم قجر هستم، بیا یه مقایسه بکنیم زندگی اون با جدا شده ها، بریم خونه اون نگاه بکنیم با خونه جدا شده ها، لباسایی که اون میپوشه با لباسایی که ما میپوشیم، سیر سیاحتی که خانم مریم قجر میکنه با سیر سیاحتی که ما میکنیم، نمیدونم غذاهایی که اون میخوره غذاهایی که ما میخوریم، همه چیز زندگیمونو بیان مقایسه بکنیم ببینیم چی موضوعه. تا دیروز موضوع صدام، امروز موضوع اسرائیل عربستان. اگه شهامت داره مریم بجلی،
مریم گجر بیاد اینو بذاریم رو میز، اصلا بریم بحث سیاسی و بحث چیز بکنیم، رو که پوسشنده دو تا زندگی ها رو با هر جدا شده میخواد مقایسه بکنیم، ببینیم چی کار هستش. به همین خاطر های صاحبی اگه سوالی هستن این رابطه با پولچی اینا، من در خدمت هستم که جواب بدم و یا نه به موضوع دوم بپردازم. نه تا اینجا فقط دوستان حرفای شما رو دارن تصدیق و تأیید میکنن، ممنونم از اونها که هستن و کمک ما هستن به قول معروف. تشکر، من تشکر میکنم از تشکرم. قسمت دوم که در فلایرم نوشته شده بود از دیروز و روی کانون آوا بود، روی فیسبوک مردم تیوی هم بود، این ماجرای وضعیت فرقه رجوی در آلبانی و دلیل سفرهای پی در پی مریم قجر به آلبانی هست. اگه میشه توضیح بدید بفرمایید. آقای سوربی اینجوری بگم، مریم قجر پا برهنه بر سرکوبان پی مسیر پاریس آلبانی، پاریس آلبانی، پاریس تیرانا، پاریس تیرانا، یعنی اونقدر بر اساس این، همینجوری نمیگم که مثلا بررسی شرایط اوضاع نمیدونم در داخل فرقه رجوی اینا، اینو بر اساس کسایی که در داخل فرقه هنوز حضور دارن و کسایی که ارتباط دارن توی آلبانی با اعضای فرقه دارم میگم، یعنی چیز اسمش چه میگم بگم که 100%. الان مریم قجر دوتا تلاش میکنه، دوتا موضوع رو توی اعضای فرقه جا بندازه و تو اینم مونده واقعا، یکی جلوگیری از جدا شدن به حساب اعضای فرقه هستش. آقای سوربی یک ادرا که من ازشون فاکتور میگیرم چون یه واقعیتی خودم تو اون شرایط بودم، وضعیتشون رو میدونم، سن سالشون گذشته و باز هم به این بچه هایی که جدا شده هایی که ارتباط دارن میگن که آقا جون ما چه میگن، یه پامون لب گوره یه پامون بیرون گوره، داریم میریم به سمت گور، بذار حداقل یه گوری داشته باشیم، یعنی همشون اون تیفی که به حساب بین میشه گفت 70-80 یا 60 به بالا هستن، اینا دیگه خودشونو به حساب کمر همت بستن اونجا برای مردن نه برای زندگی کردن، یعنی زندگی روزمره یا بشه گفت ساعتی دارن داخل مناسبات فرقه رجوی. ولی یک دم هستن که مریم قجر از جدا شدن اینا خیلی به حساب ترس داره برای جدا چیز اینا، یعنی هر از گاهی که مریم قجر میاد یه سری امتیازایی میده، یه چند روزی اینا رو با اون امتیازا مشغول میکنه، مثلا اومده یه سری ها که به حساب چیزن مورد اعتماد خودشون هستن تلفن ارتباطی داده، حالا بعدا توی این چیز میگم چیکار میکردن، یعنی به اینها این امکان داده که توی این به حساب جلوگیری از جدا شدنشون یه تماسایی با خانواده هاشون داشته باشن، از این طریق که بعدا خواهم گفت هم جاسوسی میکنه هم که یاواهایی رو ادعا کرده که مرغ پخته هم میخنده، ادعا کرده که امسال سال سرنگونی ترامپ میخواد رژیم رو تعیین تکلیف بکنه، پس یه تعهد یک ساله بدین که تا رژیم تعیین تکلیف میشه بمونید و بعدن به حساب بریم با هم ایران. یه موضوع اساسی که اینه، یه موضوع دوم جمع خیلی اونجا به حساب مریم قجر تلاش میکنه که این خط رو پیش ببره، با مقامات آلبانی خیلی رک بگیم با پرداخت رشوه، چون مثل اروپا نیست که مثلا بگیم یه سری جا بعضیا بترسن نگیرن یا مثلا تحت عنوان کادو مثلا سیبیلشو چرب بکنه فلان اینا، یا مثلا ساعتی ارگان‌های رسمی دارن که به عنوان نمیدونم لابی از اینا استفاده بکنه پول بده، اونجا سیبیل چرب میکنن اساسی،
با قیمت کمم تا اونجا که من از دوستان آلبانیایی هم شنیدم، یعنی میشه با خیلی یک دهم پولی که تو اروپا خرج میکنم، مثلا یک وزیر اونجا، مثلا اینجا یه نماینده رو میخوام بخرم، با یک دهم پول اونجا میشه یه وزیر رو سیبیلیش رو چرب کرد. و به همین خاطر خیلی اونجا تلاش میکنه که همین که شما هم گفتین اومده از سایت های اون خبرگزاری ها پولا چیز به شیوه مختلف اونا رو پاک کرده، راستش رو بخواین این همش خرج کردن پول و تهدید. البته اون روزم آیر سرویس ایاتون باشه یه تهدیدی برای من نوشته بودن که نمیدونم به زودی حساب شما را خواهر میرسید فلان اینا. من اینم توی پرانتز بگم، اینو من به یکی از ارگانهای امنیتی اینجا دادم، گفت که مثل اینکه مریم قجر به عنوان عنصر نامطلوب باید فرانسه را به سوی آلبانی ترک کنه. یعنی اینجوری هم نیست که اینا بی تفاوت باشن به این توی اروپا، ولی توی آلبانی که اینجوری نیستش. آلبانی خیلی سیستمش اینجوری بگم سیستم تمیزی نیست. بله، به خاطر فقر اونجا پول میتونه کراپشن ایجاد کنه. ضمناً شما درباره خانم رجوی به عنوان عنصر نامطلوب، اون پرونده‌ای که چند نفرم خودشون سوزوندن و نزدیک به 7 میلیون دلار به اصطلاح از زیر قسمت توالت اینها، بعضیا میگفتن توی کورستش بوده، بعد 7 میلیون دلاری که تو کورست نمیشه گذاشت، در هر صورت اومد بیرون، اون پرونده چی شد؟ شما چون تو پاریس هستید اون را اون پرونده اینا ادعا میکنن که بسته شده به نفع فرقه رجوی. بله، ولی یه بخششو هیچ وقت حساب، به خاطر اینکه این گنداب هر چقدر به هم بزنی بوش خیلی بلند میشه دیگه، اینو چیز نمیکنن که این در حدود نزدیک 10 میلیون دلار بوده آقای سربی، یعنی با یورو دلارهایی که ازشون گرفتن لای روزنامه های عراقی اینو در آوردن از به حساب اتاق، حالا تو بخش وامش بوده، نمیدونم قاب صندوق مریم قجر بوده، اینو هیچ وقت الان یکی دو بار زمان اولاند، چون اولاند با اینا جیجی باجی بود دیگه، و یه رابط های خصوصی هم داشت، میرفت مثلا مریم قجر رو میدید فلا اینا، نمیدونم چرا اینا همش با این رئیس جمهور سابق نماینده سابق، همه این سابقات دوستم با ما جدا شده های اعضای سابق دوست نیست. بعد اینا اون موقع روی این پرونده یه بار خواستم باز بکنم، اون موقع بود که خانم کلینتون گفت که اینها از لیست تروریستی در بیام و اروپا هم قبلش همین کارو کرده بود، اینا خواستن یک این حساب از این وضعیت استفاده بکنن، مثل اینکه زیاد این گندابو به هم نزدن که بوش بلند نشه. یه بار درخواست دادن که این پولو برگردونن، فرانسه هم نمیدونم یه بیاخی نشون داد چیکار کرد به اینا، یه اینا اصلا صداشو در نیاوردن. ولی یه بخشی از اون پرونده خودسوزی اینا آقای سربی یه واقعیت هستش که خب ببین اینجا اون که مرده دیگه نمیتونه بیاد به یکی من خودم سوزوندم یا به من دستور دادم بسوزونم. مهدی عبدیش همچی با اسم مستعار بهمن تهرانی اومد اینجا رفت شهادت داد که اینها مشعل‌های فروزان نمیدونم برای راهگشایی ملت ایران، اینجوری چرا نمیدونم اینا خودشون مشعل نمیکنن، فقط اعضای بدبخت خودشونو باید مشعل بکنن. به همین صورت یه بخشی از پرونده اونجوری که خود رجایی میگه بسته شد، یه ولی یه بخشش که هنوز بازه، اون به طور خاص اعمال تروریستی به عنوان یک فرقه آقای سربی اینجا پروندهشون بازه، خیلی هم بد بازه. حتی اون زمان که به حساب ما که شاهدای زنده هستیم تهدید چندین بار تهدید به ترور و قتل کرد، حتی نفراتی که آموزش دیده های فدایان صدام مثلا مثل مهران کاکاوند و مثل اون
بادیگاردای شخصی مریم غجر مثل محسن چیز هستش، برادر محسن، اینها رو فرستاد اصلا برای ترور ما. بله یادمه قبلا گفته بود که اینها رو بزنید و فرارم نکنید، همونجا وایسید، چون اگه ببرنتون زندان، زندانهای اروپا مثل هتل میمونه. واقعا خجالت آوره که یک سازمانی خودش محیطی درست کرده باشه که به افرادش بگه شما اگه برین زندان حقیقتا وضعتون هم بهتر میشه. اجازه بدیم من یه سوال خیلی مهمی هست که آقای به نام شاهین ایرانی، البته این دوستانی که شاهین هستن و ایرانی هستن عکسشون هم قلابیه، معمولا من خیلی بهشون ارزشی قائل نمیشم، ولی این سوالی که ایشون میکنه از آدمای معمولی و مهمونهای معمولی هم نمیکنیم، چون باور هر کسی، ایدئولوژی هر کسی به خودش به اصطلاح بستگی داره. ولی چون شماها توی سازمانی بودید که پایه و اساس این سازمان بر اساس ایدئولوژی اسلامی بوده، ایشون میپرسن که با درود خدمت شما و مهمانتان خواهش میکنم از ایشان بپرسید که آیا جدایی ایشان جدایی ایدئولوژیک هم هست؟ مثلا آیا ایشان دیگر به اسلام باور ندارد؟ به نظر من اصلا این بی ربط، شما میتونید مسیحی باشید، میتونید به اسلام باور داشته باشید، میتونید علی اللهی باشید، شما باورتون به سازمان مجاهدین ممکنه هنوز هم باشه که یه سازمانی بود که برای مردم شروع شد، ولی وقتی این تبدیل شد به فرقه شما ولش کردید. این سوال الان پاسخ ندید، بعدا روی فیسبوک لطفا بنویسید. اجازه بدید باز از خانم سلطانی تشکر کنم که ایشون گفته چون شما گفتید مقایسه کنن زندگی شما رو با زندگی خانم رجوی که ادعا میکنه در سنگر هست و داره برای آزادی میجنگه، ایشون میگه مریم رجوی در دفترش 40 نفر اداری و نوکر داشت، همچنین علاوه بر آن خانم هایی که رده شورای مرکزی میدهند به عنوان کلفت دوم مریم نامیده میشوند و میگویند باید افتخار شما باشه. یعنی ما دیگه درجه سرهنگ دو، نمیدونم پاسدار، سردار، خلبان 1، 2، کاپیتان شنیده بودیم، ولی دیگه کلفت و نوکر 1 و 2 نشنیده بودیم. اینم جای خودش داره. بفرمایید من ساکت میشم. اجازه بدید 2 کلمه به این دوستمون یه پاسخی بدم. بفرمایید. این چیز شخصی خودم. ببینید تا اونجایی که به خود من برمیگرده سعی میکنم که نه به صورت انتقام، به صورت نفرت، یعنی نفرتی که ازش فاصله بگیرم. شما از تا زمانی که به یه چیزی نفرت نکنی نمیتونین از اون فاصله بگیری. یه واقعیتی، یه دلبستگی هایی، یه وابستگی هایی ایجاد میکنه. ولی آقای سوربی باور کنید، اینو یک بار به شما گفتم اگه یادتون باشه، شما گفتین چیزی حاضرین، گفتم از این کلمه چیز قدم میاد، به همون خاطر امروز نوشتم آماده هستید، یادم بود. بذارید چیزی بگم من آقای سوربی، این چیز شخصی خودم، شاید بگن که آی کینه ای پرن، نه، ولی حتی باور کنید اینو به طور جدی دارم میگم، از یه سری اسمایی که مثل مریم میشنم که یه خانمی اسم مریم داری، مریم اسم قشنگی ها، بله بله، و ناخودآگاه تو وجودم یه دافعه ایجاد میشه، اصلا اون خانم بدبخت هیچ ارتباطی نداره، فقط اسمش تشابه اسمی به چیزه مریم قجره، من دافعه دارم، ولی به لحاظ جدا شدن من بارها گفتم خیلی خوشحالم، به این افتخار میکنم که از رجوی بریدم، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ عقیدتی، چه به لحاظ خطی، چه به لحاظ گفتاری، چه به لحاظ آقای سوربی، اگه واقعا برای من خودم اگه خوشم میومد حتی یه ریش میذاشتم تا اینجا، به خاطر اینکه چیزی که رجوی ساخته را باید خیلی مزرگم تو سطح زباله هم نندازی، باید توف کنی به یه جایی کسی نبینه. یعنی رجوی اولا اینکه این یه حزب سازمان سیاسی نیست، یه فرقه ساخته، خب من اینو بارها تاکید کردم، از اون ورشم این
مبارزه نمی کرد که این مزدوری می کرد. یعنی اگه به سابقه گذشته سازمان مجاهدین نگاه بکنید زیاد مشوش نیست که بخواد یکی افتخار بکنه که نمیدونم از سال 50 با این سازمان بوده. اون دوران مشوشش که رجوی نفی میکنه، رجوی میگه غلط کردیم، ما اصلا ما ترور نکردیم. افتخارش این بود که فاز سیاسی 3-4 تا از این سرهنگ آمریکایی نمیدونم دوستا عملیات نظامی علیه چیز سلطنت کرده بودن، رژیم شاهنشاهی کرده بودن، با همین شعارم ملت رو جلب کردن دیگه. بعدش چی شده؟ الان برای سرهنگ آمریکایی دلام زیمبروم را میندازن توی چیز، میندازن توی اردوگاه اشرف. الانم که برای یک سناتور بد سابقه، کسی که توی کشتار ویتنامی دست داشته، کسی که رسما اعلام کرده که ایران باید بمباران بشه مثل بولتون و نمیدونم مکن، اینا برای اونا پرچم آمریکا رو روی سنشون، افتخار رجوینی که مریم قجر روی سنشون پرچم آمریکا رو برای این بوزینا، برای این جنایتکاران چیز کنن، تکان بدن. در به همین خاطر به اون دوستمون میگم حتی به لحاظ فرهنگ سخن گفتن من از اینا فاصله میگیرم. بعضی از کلمات اصلا نمیخوام بشنوم. و همین خاطر رجوی اینقدر که با رژیم کار نداره، چون مبارزه در کار نیست، چه با جدا شده ها کار داره. انواع پولها رو به یه سری خیلی معذرت میخوام فانوس بگیرها به دست، اونا که فانوس میگیرن به اونا میده که بیان علیه جدا شده ها یه وزوزی بکنن برن، فقط به خاطر 3-4 هزار دلار وزوزی بکنن که انشالله در آینده نزدیک اینا را افشا خواهم کرد چه شخصیت های محترمی هستن که مریم قزر بهشون آویزان شده. بله. اینم پیام، اینم پاسخ خیلی کوتاه به این دوستمون. بسیار ممنونم. پس به این نتیجه میرسیم که خانم رجوی که آلبانی میاد و میره و اینها، حقیقتا خطر جدا شدن یا به قول شما ریزش این نیروها خیلی اونجا جدی شده. اتفاقا در هفته های آینده ممکنه این دوستانی که در آلبانی جدا شدن مهمان برنامه باشن. بله آقای استاد، میخواستم همینه بگم. بفرمایید. ببین آلبانی تا چند مدت پیش حتی اونایی که به حساب حقوق میگرفتن فلاینا یا وابستگی مالی فرقه رجب نگه داشته نمی اومدن حرف بزنن، ولی الان اون چیزم ریخته، به حساب نشون میده که ارتباطی که با خانواده هاشون برقرار میکنن. مثلا من این آقای اعظمی رو میشناستم، بهمن اعظمی و عادل اعظمی که پسر همون بودن، مدت ها سال ها توی یک قرارگاه بودیم، یه جا خوابیدیم، یه جا خوردیم، یه جا نشستیم. همین که این دوتا پسر عمو تونستن به هم دیگه چپ بشن، حالا به لحاظ ارتباطی، یا حتی عادل رفته بود آقای اعظمی دو روز توی آلبان پسر عمو چون ملاقات کرده بود، پایه های رجبی فرو ریخته. یه اطلاعیه داده خنده دار که گویا آقای اعظمی گفت که من مادرم در تایوان مرده. یعنی ببین گوبلز به تایوان آویزون نشده بود که مریم قجل آویزون شده، اصلا قاطی کرده. و یادمه آقای ساروی یه بار چیز گفت، خود رجبی گفت که ما 100 نفر رو 1000 نفر رو بفرستیم داخل ایران ولی 1 نفر در اروپا نباشه، چون میدونه که در داخل ایران پایگاهی نداره که مثلا اونهایی که در داخل ایران بچه هایی که هستن الان جدا شده هایی هستن، خیلی هاشون رفتن پی زندگیشون، شاید مثلا بگیم فوق فوقش 10 نفر هستن که برای فرقه رجوی اون خاطرات یا اون چیزاشون رو می نویسن توی سایت ها می زنن. و یعنی کسی که توی داخل ایران دنبال فرقه رجوی نیست. ببخشید منظورتون از اونایی که جدا شدن
میگید که اینشون گفته اگه جدا بشن برن تو ایران بهتر از اینی که اینجا بمونن، چون تو اروپا میان به اصطلاح از آزادی استفاده میکنن بر علیه ما، حقیقت رو میگن. اینجوری منظور؟ بله دقیقاً. بله. افشاگری میکنن آقای زربی. این مثلا بین اروپایی ما اینجا مثلا یه ملاقات هایی میکنیم، یه سری چیزایی که نیاز هست بهشون بگیم میگیم و سر اینم هیچ وقت کوتاه نمیایم، واقعیت رو میگیم بین دولت مردان و سیستماشون. آقای زربی، اینها از خودشون توی اروپا یه چیزی ساختن، اینجوری بگم ترک ها یه مسئله دارن، میگن که این قاشقی که از شیر در اومده سفید سفید، هیچ لکه‌ای نداره. اینها از خودشون یه وچه درست کردن که گویا همه چیزشون قانونی، کاراشون قانونی، اصلا تو کشتار هیچ کس دست نداشتن، اصلا تو کلاهبرداری دست نداشتن، در صورتی که همین اروپا الان خانه های هم درست کرده، کسایی آورده با اسامی مستعار جاساز کرده که اینجا به حساب سفید سازی کرده، برایشون پناهنده گرفته که توی قتل های مستقیم توی بمبسازی تجربه ای دارن که چه میگن، شاید مثلا در حد سیستم های دولتی که به افرادشون آموزش میدن، اینها آموزش دیده های فدایان صدام، چون از صدام آموزش، افراد صدام آموزش دیدن، تو اون سطح هستن، یعنی میتونن با کمترین امکانات خطرناکترین چیزها رو درست کنن. اینها رو آورده اینجا جاساز کرده، و یا اینکه خودشونو اصلا پاروزن دموکراسی توی دریای دموکراسی دارن، فقط اینا پارو میزنن، هیچ کس دیگه به دموکراسی معتقد نیست. جنایتکاری که خودشو به عنوان دموکرات چیز جدید، مثلا شما حساب بکنید انگار مثلا روبانو به عنوان یک رئیس مرغداری معرفی بکنه. حالا یه مقاله داشتم میخوندم دیروز در رابطه با مجاهدین و اون داستان دزدی که مردم میدویدن دنبالش و میگفتن دزد، اون دزد از همه بیشتر و بلندتر صدا میزد آی دزد آی دزد. آقای رزاقی لطف کنید درباره اعضای فرقه رجوی در آلبانی و پیام شما به اونها و به خانواده اونها، چون با وجود اینکه خب میگن ستون به ستون فرجه و اینها از اون عراق و اون مشکلات اومدن آلبانی، ولی حالا برای خانواده های اونها یه مقداری مشکل شده آمدن اونجا و موندن اونجا و گرونی و به اصطلاح اینها. پیام شما به اعضا چیه و پیام شما به خانواده های اونها؟ دقیقای سربی، من یه موضوع مهمی رو میخواستم به جدا شده های، چه جدا شده های چه اونها که توی به حساب چیز هستن، هنوز تو اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی هستن، میخواستم بگم که ما هم این پروز به حساب پروسه را پشت سر گذاشتیم. ببین آقای سربی، من میدونستم که وقتی میام بیرون خائن میگم، مزدور میگم، بریده میگم، نمیدونم هر چیزی که از دهن فرقه رجوی این نقل و نبات میریزه و هیچ کدومش هم ارزش نداره میگم. یکی این که افراد که ترسونده، ببین ما اون چیزی که متوجه شدیم در بیرون از اینجا اینه که آقا جون، دیدگاه مردم نسبت به مجاهدین 180 درجه فرق میکنه با اون که رجوی میگن. رجوی میگه که شما بریم بیرون نمیدونم بله میشیم بله میشیم، ملت نفرت میکنن، آی فلان. ما فکر کردیم که مثلا علی اومدیم بیرون از فرقه رجوی، همه به ما نگاه میکنن که میگن آی از مجاهدین جدا شده. الان اومدیم بیرون دیدیم که آقا جان همه نفرت دارن به رجوی. اصلا نباید گفت که من تو فرقه رجوی بودم. اون دفعه من یه اشاره کردم که بعضی جا نمیگم ایرانی هستم، چون واقعا از فرقه رجوی نفرت دارن. آقا وقتی میشنون اصلا با آدم ارتباط انسانی سلام علیک برقرار نمی کنن، قطع می کنن. آقای سربی، اینی که این نفرات نترزن، ببین دوستان من، برادران من، عزیزان من، ما که سالها با همدیگه بودیم خیلی بهتر همدیگه می شناسیم، خیلی بهتر همدیگه درک می کنیم، خیلی بهتر حرفای همدیگه می فهمیم. این که رجوی شما را می ترسونه 180 درجه فرم کنه، رجوی از جدا شدن شما میترسه، چون جنایت رجوی کرده،
چون پولشویی رجوی انجام داده، چون سر مال رجوی کلاه گذاشته، ترورها را رجوی دستور داده. رجوی ما را 20 سال، 25 سال، 30 سال تو اسارت نگه داشته. ما که سر رجوی کلاه نذاشتیم که بترسیم، ما که سر مردم کلاه نذاشتیم که بترسیم، ما که از صدام مستقیم نرفتیم پول بگیریم که بیاد، غیر مستقیم هم نگرفتیم. ما که دستور ندادیم کردها را زیر شنی تانکاشون له بکنن، ما که دستور ندادیم چوپانای سر محل سر مرز رو بکشن. آقای سربی همین توی کردستان، توی ایلام، توی قزچیرین مریم قجر دستور میداد، همین مهوش سپهری دستور میداد که چوپانا را با تیر خلاص میزدن میومدن این تیمای عملیاتی برمیگشتن داخل عراق. چوپانا چه گناهی کرده بودن؟ چون اینا را دیدن که از کدوم مسیر رفتن، به خاطر اینکه میگفت اینا میرن و اینا چوپانا و اطلاعاتی هستن، میرن به وزارت اطلاعات خبر میدن. آها، پس قبل از شما چوپانا هم سپاه پشت و معمولای چیز اینی داره گفت چوپانی که تلفن داره خب بله. پس در خدمت وزارت اطلاعاته و یعنی چوپان چی به تلفن چی. یعنی آقای سوربی اینو میخوام بگم که افراد از کلمه بریده ترسونده، افراد از کلمه نمیدونم خائن ترسونده. ببین خیانت به رجبی اوج وطن پرستیه. یعنی شما هرچی بدونید به اطلاع مردم برسونید و رجبی اینو خیانت بدونید، بدونید که شما وطن پرستن نفر هستید. چون کسی که تو دام رجبی نیفتاده خب مشکل نداره که بی خیالش راهشو میره زندگیشو میکنه، ولی ما که تو دام رجعی افتادیم، ما که تو اسارت رجعی افتادیم، ما که این همه زد چکیدیم، الان نمیخواییم حتی یک نفر از ایران، جوانان ایران، نمیخوام یک زن ایرانی، نمیخوام یک دختر ایرانی، نمیخوام یک دانشجو ایرانی تو دام این فرقه رجعی افته. ورنه من دردی ندارم که از این صحبت، به خدا بیشتر به من درد میرسه. آقای سربی، یادآوری خاطرات، بعدش پشهایی که رجوی میده. البته من بارها گفتم رجوی باید یک خود مریم قجر یه نشستی بذاره با اون وزیر بهداشتش، به اعضاش، به اون افراد فرقش به یه آجون خروجی مثانه و میده روده دهن نیست، یه جای دیگه هستش. اینا هم همشون از دهن میریزن هر دوتاشو. به همین خاطر این اعضایی که قرآن توی اسارت رجوی هستن، بهشون بگم که اینو بدونن که رجوی از جدا شدن شما میترسه و شما رو میترسونه چون میترسه. پس در نتیجه شما از یاواهای رجوی نباید بترسید. شما از این حرفایی که میزنن آی اطلاعیه میده اطلاع میکنه، فکر میکنید که این اطلاعیه آی سربی خیلی جاها به نفع ما شده. من اینو بگم مریم قجر بدونه، چون این ثابت کرده که ما از رجوی جدا شدیم. اطلاعیه که داده بر علیه ما، اون چیزایی که بر علیه ما نوشته، بله، مقامات اینجا رک پوزچنده با من، شخص خود من گفتن آقا از اطلاعیه رجوی ما فهمیدیم که شما واقعا از رجوی جدا شدیم، چون میترسیدیم که از اعضای مجاهدین باشی سر ما کلاه بزنی. بعدن نتیجه از این چیزا اصلا نترسی. آره زندگی، ببین اون شرایط که ما هم به خدا، آقای سربی من رک بگم، ما هم رفتیم از گداخونه ها غذا گرفتیم خوردیم، ما هم رفتیم تو صفه این غذاهایی که توی زیر پل میدادن از اونجا غذا گرفت خوردیم. والا کسی اینجا به ما یه پاپاسی نداد، کمک نکرد، ولی همین زندگی رو ترجیح دادیم به حتی پولهایی که رجوی میداد. ما هم 4 سال زندان اسارت کشیدیم. به سرهنگ آمریکایی گفتم، به جنرال آمریکایی، جنرال تک‌ستاره، گفتم ببین آقا جون، ما از فشار بهشت رجوی به جهنم آمریکایی پناه آوردیم. ولی آقای رزاقی اجازه بدین یک کم به دوستان بگیم که این گفتهای شما باعث وحشتشون نشه.
بگیم که شماها وقتی آمدید نبود این سازمان کانون آوا شما دوستان که بهتون کمک کنه. الان کسی میاد، روز اول این وسایل ارتباطی نبود، روز اول با شما تماس بگیرن، شماها کمکشون میکنید، راهنماییشون میکنید کجا برن، ثبت نام کنن و لازم نیست برن زیر پل بخوابن. همین رو میخواستم بگم، اون موقع تیپ بود، ما 4 سال رفتیم اونجا اسارت کشیدیم. خب اینا که الان تو بهترین شرایط قرار دارن، یعنی یک قدم از اون در بذارن بیرون، تو دنیای آزادن، میتونن با بچه های جدا شده، میتونن با خانواده ها، میتونن با انجمن ها، میتونن با سازمان های بین المللی، تمام کاراشون خودشون انجام بدن. من قرارم از گفتن این ترسندن من نبود، قرارم از این که ببین ما اون فشاری که اون دورانی که گذروندیم، خب این باعث نشد که وابسته بشیم به رجوی، چون هر کس میاد بیرون آی سوربی دستش به یه جایی، یعنی اینجوری بگم به یه نخی از خانواده، دست این انگوش کوچکش به خانواده ها میگیرن، دوستانش میگیرن، فامیلاش میگیرن، این انجمن ها میگیرن، باور کنید 100 سال دیگه به عقب جد نمی کنه به سمت رجوی. پس پیام شما اینه که افرادی که برای آزادی سالها رفتن در یه سازمانی با اون شرایط سخت موندن، الان میتونن برای آزادی بیان به اصطلاح این شرایطی رو که شماها الان دارید، آزادی بیان دارید و توی محیطی زندگی میکنید که از لحاظ اقلا دکتر و دارو اینها، مسابقه خانم سینگلتون رو میدیدم و خیلی قشنگیشون توضیح میداد، گفت یه سازمانی که همه پیرن، همه مریض هستن، گفت همه اینا خودشون میدونن که از لحاظ رزمی کاری نیستن، ولی از لحاظ به اصطلاح دخالت کردن یا یه جایی خرابکاری کردن اینها، و شروع کردن از آلبانی دارن بله. این کار رو انجام میدن. این مصاحبه رو بعد از برنامه شما پخش میکنیم و لینکش رو هم روی فیسبوک گذاشتم. من ساکت میشم، شما اگه صحبت داری بفرمایید. سوربیت 2-3 دقیقه من وقت دارم اینم اشاره بکنم، چون این به خانواده خیلی مهمه. بفرمایید. مریم قجر گفتم که اونجا رفته به 20 نفر این امتیاز داده که با خانواده تصمیم چیز ارتباط برقرار کنم و این گویا شایعه را در بین خانواده ها رواز بده که آقا آلبانی نیاییم که ما خودمون سال دیگه رژیم و سرنگون خودمون میارم تهران، همدیگه رو توی ایران میبینیم فلاینا، و در بین اینها یه سری جاسوسی ها هم میکنه و از وضعیت اقتصادی گرفته، از وضعیت جاهایی که مثلا امکان داره سپاه باشه، نمیدونم ارتش باشه، فلان باشه. به همین خاطر از خانواده ها خواهش میکنم که در دام رجوی نیفتن. اگر بچهشون، اگر عزیزشون ارتباط برقرار میکنه، این کار خیلی خوبیه، بذار ارتباط عاطفی، ارتباط خانوادگی برقرار باشه، ولی این اجازه رو نده که از طریق اون ارتباط بخواد شما رو تخلیه اطلاعاتی بکنه. مواظب این باشین در دام رجوی نیافتین. اگر فامیلتون، برادرتون، خواهرتون، پدرتون، هر کسی تماس میگیره، خواهشن این اطلاعات به رجوی ندین که سوء استفاده بکنه، در اختیار اسرائیل و نمیدن در اختیار شیوخ مرتجع عرب بذاره و ادعا بکنه که از داخل ایران گویا به این خبر میرسونن، اعلام چه میگن به حساب نیرو دارن برای اینا. فقط بدونین که هر اخباری شما بدین، یک در روی میز موساد، در روی میز شیوخ مرتجع عرب، که رجعی بخواد از اونها ادعا بکنه که تو ایران نفر داره، نفوذ داره، نمیدونم نیرو داره، که جیده ماهانشو بگیره. پس در حقیقت مواظب این رکب رضا فرقه رجعی باشین. البته گفتم ارتباط خانوادگی دین محترم، خیلی خوبه، عاطفی، خانوادگی، هر چی که حساب میکنین داشته باشین، ولی لطفا مواظب باشین که از این طریق شما رو، چون خبر موثق از جه به اینها این امکانو میده که یه ارتباطی برقرار بکنن، و بعدش هم از خانواده ها یه سری سوالاتی میکنه که اصلا هیچ ربطی به ارتباط خانوادگی نداره، و
مثلا تو شهر چه وضعیت چجوریه، فلان مرکز چجوریه، فلان نمیدونم نیروها چه کار میکنن، خانواده، حتی از خانواده میپرسه که مثلا خانواده چه برنامه دارن، انجمن نجات چه برنامه داره، نمیدونم به شما کیا مراجعه میکنن. سعی کنید که این ارتباط اصلا جواب ندین و این به حساب دستیسه را به دست فرقه رجوی ندین و از شما نذارین که سوء استفاده بکنه. باز بنابرای سربی وقتم تموم شد، اگه سوالی هست امیدوارم که بتونم توی به صورت کتبی یا گفتاری تو اونجا جواب بدم. اگه شما امری سوالی شما و دوستانمون نداریم من مرخص بشم. من عرضی ندارم، ازتون ممنونم که با ما بودید. فقط لطف کنید بعداً بعد از کمی استراحت روی فیسبوک هم قسمتی که مردم تیوی هست هم صفحه شخصی خود من اگه مایل بودید با دوستان در تماس باشید. آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. بله، با تشکر از شما و همه دوستانی که توی این مدت برنامه زحمت کشیدن، پا به پای ما اومدن و از تشکر از کانون آوا که این امکان رو به وجود آورد که بتونیم یک ساعت در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون، آخر هفته خوبی داشته باشید. من برای شما و بیننده‌هاتون آرزوی موفقیت میکنم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای محمد رزاقی بودیم از پاریس. ایشون رو میتونید روی فیسبوک به نام سهند آزادی و با کانون آوا میتونید تماس بگیرید اگه مایل هستید. اتفاقا هفته پیش بود یه نفر گفت من مایل هستم تو برنامه ها باشم، گفتم با کانون آوا تماس بگیرید. میتونید با شماره تلفن 202، اجازه بدید من اینجا براتون این رو بنویسم، کامرای یک، اجازه بدید افکت دو یه مقداری، بله میخوام این شماره تلفن رو ببینید که بله 202-695-2573. هم میتونید تکست بفرستید هم میتونید پیام بذارید. ضمناً ممنونم از آقای سید امیر موثقی که میگن خب حالا آقای رزاقی گفت که وقتی جدا شده از سازمان 4 سال ایشون در زندان آمریکایی‌ها بوده. دوستانی که هنوز با مجاهدین هستید، آقای موثقی وقتی جدا شده 1.5 سال در الغرایب بوده، در اون زندان بوده که میدونید یکی از بدترین زندان‌ها بود که خبرش در سر تا سر دنیا اومد. یعنی الان میشه گفت اون بنده خداها صدمه ها رو کشیدن، جاده صاف شده، جاده آسفالت شده برای شما که خیلی قشنگ را بیاین و بیاین به زندگی آزاد و فردای آزادتری برسید. از تمام دوستانی که آمدند و روی فیسبوک با ما بودن ممنون و متشکرم. این برنامه ها تا جمعه آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. اجازه بدید بریم و دوستانی که ما را از طریق مردم تیوی میبینن و یا یوتیوب، این ویدیو رو نمیشه چون روی یوتیوب بوده بذاریم به اصطلاح ایراد میگیرن. لینکاشو روی قسمت چیز خواهش میکنم که آقای راستگو از کانون آوا بذارن روی اون قسمت آرشیوشون و منم روی فیسبوک گذاشتم. و تشکر میکنم از یکایک دوستانی که در این برنامه حاضر میشن. آقای رزاقی یه نکته ای رو گفت، دوستان یکم بهش فکر کنید. من وقتی مثلا صحبت از سرما میشه و اینها، این ماجرای دستم که استخون شکسته و اینها، اصلا واقعا آدم یادش میاد به اون ماجرا و زجرش رو دوباره حس میکنه. یعنی بازگو کردن شرایط خوب و خوش آدم رو خوش و به وجد میاره، بازگو کردن شرایط بد آدم رو ناراحت میکنه. ولی این دوستان از این به اصطلاح زج کشیدن بازم حاضرن بکشن، ولی برای من و شما بگم که ما نادانسته نریم و خودمون رو در دام سازمان مجاهدین که چه ارز کنم فرقه رجوی، رجوی هم که چه ارز کنم مرحوم شده، فرقه مریم نندازیم. با ما باشید، برنامه ها رو دنبال میکنیم با این مصاحبه که یکی از تلویزیون های آلبانی انجام داده، به زبان انگلیسی هست. امیدوارم به زودی دوستان بتونن زیرنویس فارسی هم داشته باشن، ضمن اینکه این روزا دیگه همه ایرانی ها ماشالله انگلیسی هاشون خوبه. پس
روی فیسبوک ما رو با اون لینک ها دنبال کنید، ولی روی تلویزیون مردم این فیلم ها رو میبینید. روز روزگار بر شما خوش. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirëse erdhët në Impact. Takohemi në një emision të radhës, sot me dy të ftuar shumë të veçantë. Glenn të përmendin, të ftuarën e parë, Anne Singleton, Koda Banë. Ajo ka qenë e ftuar në emisionin ton, një intervistë që ne kemi bërë nëpërmjet Skype-it, lidhur me organizatën që është prezente në Shqipëri. Një ish organizat e quajtur e konsideruar terroriste nga OKB dhe aktualisht nuk konsiderohet më e tillë, një organizat e cila ka operuar në Irak. Ne do të flasim me zonjën Anne, sot e kemi të ftuar në studio, është një privilegj për ne. Dhe do të flasim me të më shumë detaje rreth kësaj organizate, do të flasim se si funksionon kjo organizatë, ajo ka qenë një antare e kësaj organizate për rreth 20 vite dhe një shumë mirë se si funksionon, është një e rekrutuar, po të themi, nga kjo organizatë, një angleze e rekrutuar nga kjo organizatë në Angli. Kemi gjithashtu të ftuar doktor Olsi Azexhi, i cili do të na jap po ashtu mendimin e tij, duke njohur mirë lindjen e mesme, duke njohur mirë gjeopolitikën edhe interesat e ndryshme që luhen në këtë rast dhe rolin e Shqipërisë dhe përfitimet apo humbjet që ka Shqipëria nga prezenca e kësaj organizate në vendin tonë. Intervista do të jetë në anglisht, meqense kemi zonjën në angleze. Do të bëjmë një prezantim tani në anglisht dhe do të vazhdojmë më tej me pyetjet. So, dear viewers of Impact TV, assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to talk about the existence of the Iranian Mujahideen organization in Albania. This ex-terrorist organization, which was relocated from Iraq to Albania under a deal that the Albanian government signed with the Obama administration in 2013, has become a major terrorist organization which Albania hosts. While Albania produced many Wahhabi jihadi fighters who joined the jihad in Syria in 2013 and later, at present, the Albania state is accused by Turkey and Iran to host two other terrorist organizations. Turkey claims that members of FETÖ, the Fethullah terrorist organization, are hiding in Albania, while Iran has launched a number of complaints against the Albanian government for hosting the Mujahideen organization in Albania. This organization has carried a number of terrorist acts against Iran, Iraq, and a number of other countries in the Middle East. It has assassinated a number of Iranian politicians, scientists, etc., and many Arabs and Kurds in Iraq. However, since its agenda fits with the neocon imperialist agenda of the United States in the Middle East, they have been rehabilitated and are treated as freedom fighters in Albania. Many US senators come to Albania time after time, where they meet Mariam Rajavi, the head of this ex-terrorist organization, and they make open calls for war against the state of Iran. We call these calls for war a jihad number two. To further discuss MAK and its agenda in Albania and the Middle East today, we have two very special guests in our program. The first is Mr. Anne Singleton. She has been a guest of our debates via Skype before and has finally come to Albania. Welcome, Mr. Anne. Miss Anne, she is a British national and an ex-Mujahideen member whose interests are the study of terrorist organization, modern slavery, rehabilitation, and the process of deradicalization. Our second guest is Dr. Olsi Azexhi, a historian who has written extensively in the Albanian press about the coming of MAK to Albania and has participated in a number of TV debates about MAK in our country. Let us start our debate with Miss Anne Singleton.
Miss Singleton, welcome to Albania. What brings you in our country, and can you tell us how did Mac end up in Albania from Iraq? Okay, thank you very much for inviting me. It's a great pleasure to actually meet you in person at last. You know from my previous interview, I've been involved with the Mujahideen for around 40 years, 20 years in membership with them, and also 20 years now trying to rescue the other members who want to leave. Why I'm in Albania, I have worked with the Mujahideen former members in Iraq for many years, trying to rehabilitate them, get them back into normal life, to escape from this situation of being forced to be terrorists. And since the Mujahideen members have moved to Albania, we've had a lot of problems which have arisen from the conditions in which they are here. What really prompted me to come here this time was a very distressing phone call which a friend of ours had from his cousin. His cousin was still in the Mujahideen, and he said to his to our friend, "I want to leave, but I can't because I have nothing. I have no money, I have no identity, I have nowhere to go. I've got no contacts in the outside world. I don't speak Albanian. Help, what can I do?" And we have found that this is a typical kind of distress call that people are making. So I thought it's best I come here, talk to these people, and find out from the authorities here, the government.